بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در استان بصره در جنوب کشور عراق در آستانه ایام اربعین حسینی نشست کمیته استفتاءات این مؤسسه را برگزار کرد. گفتنی است هدف از برگزاری این نشست که به ریاست شیخ صادق البصری ریاست این مؤسسه برگزار شد، هماهنگی و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به زائران حسینی در ایام اربعین در نقاط مختلف است. سازمان جهانی بهداشت نسبت به داروهای آلوده ساخت هند هشدار داد. سازمان جهانی بهداشت روز دوشنبه 16 مرداد نسبت به دسته ای از شربت سرماخوردگی آلوده که توسط یک شرکت هندی تولید شده بود هشدار داد. آژانس سازمان ملل متحد گفت دسته ای از شربت با نام تجاری کولد آوت که در عراق یافت شد توسط آزمایشگاه فورتس هند برای دابلیف فارما تولید شده است و دارای آلاینده های دیاتیلن و آتیلن گلیکول بالاتر از حد مجاز بود. این آژانس افزود که سازنده و بازاریاب تضمینی برای ایمنی و کیفیت محصول به سازمان جهانی بهداشت ارائه نکرده. محرم سال روز در گذشت جمال الدین ابو منصور حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر هلی ملقب به علامه هلی و علامه علال اطلاق از فقها و متکلمان شیعه در قرن 8 هجری است. این عالم شیعه بیش از 120 کتاب در رشته‌های مختلف علمی از جمله در زمینه فقه، کلام، تفسیر، منطق، اصول و رجال نگاشته که برخی از آنها جزء منابع تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمی شیعه است. علامه هلی دارای نقش مهمی در گسترش فقه شیعه است و گفته می شود که وی مبانی کلامی و اعتقادی شیعه را با تکیه بر مبانی عقلی تبیین کرده است. وی که در سال 648 هجری قمری در شهر هلی در عراق متولد شد، در 726 هجری قمری در 78 سالگی در همان شهر از دنیا رفت و در یکی از صحن‌های مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام در نجف اشرف دفن گردید.